آمار رسمی اعلام شده توسط دولت کویت تا حاکی از آن است که رکورد بالاترین آمار تردد بین عراق و کویت در سی سال اخیر در یک ماه اخیر زده شد. در این میان بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که بسیاری از این مسافران که از مرز کویت وارد عراق شده شیعیان کویت و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بوده اند که در گذشته برای انجام سفر زیارتی به عراق با مشکلات بسیاری مواجه شدند همکارم علی اکبری گزارش دهد. روزنامه الرای چاپ کویت با انتشار گزارشی نوشت در حالی که وزارت کشور کویت در تسهیل اقدامات مسافران برای عبور از گذرگاه العبدلی به سمت عراق در جریان برگزاری مسابقات جام خلیج فارس موفق عمل کرده آمارهای ویژه‌ای که این روزنامه به آن دست یافته نشان می‌دهد که حدود 55 هزار نفر از جمله 25 هزار شهروند کویتی در طول برگزاری این مسابقات از مرز این کشور به سمت عراق عبور کردند که این رقم از سال 1990 میلادی تا کنون بی سابقه است. الرای به نقل از منابع امنیتی در ادامه نوشت در بازه زمانی 28 دسامبر 2022 تا 13 ژانویه 2023 تعداد مسافرانی که از طریق گذرگاه العبدلی به عراق رفتند به 55472 نفر از جمله 25137 کویتی میرسد. این آمار شامل 1534 نفر از افراد مقیم غیرقانونی که بدون نامیده می شود بود و 1434 عربستانی 6859 بهرینی، 7509 عراقی 295 یمنی و 221 قطری و 38 اماراتی و شمار دیگری از کشورهای عربی و هاشیه خلیج فارس می شود. در این روزنامه با اشاره به اینکه دلیل افزایش مسافران صدور مجوز ورود بدون ویزا به عراق است آمده هماهنگی بالایی بین دو طرف کویتی و عراقی به منظور تدوین راهکاری برای گشودن گذرگاه مرزی صفوان وجود دارد و این موضوع به معنای تداوم رویه هایی است که در یک سال اخیر در راستای برگزاری این مسابقات اعمال شده است روزنامه رای در ادامه آورده که طرف عراقی در حال بررسی صدور ویزای ورود به عراق برای تمامی کشورهای هاشیه خلیج فارس با هزینه محدود 25 دلار است لازم به ذکر است به رغم انتشار این آمار اطلاعات از سوی روزنامه الرای کویت اما بررسی هایی انجام شده نشان می دهد که بسیاری از این مسافران که از مرز کویت وارد عراق شده شیعیان کویتی و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم در دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بودند که اکنون و در گذشته برای انجام سفر زیارتی به عراق با مشکلات بسیاری مواجه شده و این فرصت را مختنم شمرده تا برای زیارت عتبات عالیات راهی کشور عراق شوند علی اکبری اخبار شیعه